سلام، خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های رنگین کمان ایرانی در ایران وایر. وقت همگیتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید هر کجا که هستید. خوشحالم که یک دوشنبه دیگه مثل هر دوشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران با هم هستیم تا در مورد مسائل و مشکلات جامعه رنگین کمانی یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با هم صحبت کنیم. مهمان امروز برنامه علیرضا شجاعیان هست که می‌خوایم با هم دیگه در مورد پروژه پیکان آرت و بازتاب اون در رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های خارجی صحبت کنیم و حواشی که به دنبال داشت. خود علیرضا اگه به ما بپیونده برنامه رو شروع می‌کنیم و از زبان خودش بیشتر می‌شنویم. من منتظر هستم که علیرضا رو داشته باشیم. علی رضا جون سلام، خیلی خوش اومدی عزیزم به برنامه خودت. البته اینجا برنامه خودته و ما همیشه مشتاقیم تو رو داشته باشیم. خیلی خوش اومدی، مرسی که دعوت منو قبول کردی. ممنون، من خیلی خوشحالم که یه بار دیگه مهمون شما و مهمون ایران وایر هستم. مرسی علی رضا. قبل از هر چیزی، قبل اینکه بریم سراغ موضوع اصلی، دلم میخواد خودتو معرفی کنی برای دوستانی که احتمالاً تو رو نشناسن. البته مطمئنم دوستان زیادی تو رو میشناسن، ولی خوبه که خودتو معرفی کنی، یه بیوگرافی کوچیک از خودت به ما بدی و بعد بریم سراغ موضوع اصلی برنامه. من علیرضا شجاعیان هستم، نقاشم و ساکن پاریس هستم و دوتن فکر کنم 5.5 سال میشه که ایران رو ترک کردم، برای 3 سال بیروت به فعالیت هنریم ادامه دادم و الانم که تقریبا 2.5 سال که پاریس هستم. خیلی هم عالی. علیرضا اخیرا یه پروژه خیلی خوب و موفق داشتی، درش مشارکت کردی به نام پیکان آرت که ما تصاویر زیباش رو دیدیم در رسانه ها. در ایران وایر هم گزارش این کار و این پروژه منتشر شد. دوست داری یکم راجع به این پروژه و اینکه از کجا شروع شد و چجوری شروع شد و تو چطور پیوستی به این پروژه بر ما حرف بزنی؟ حتما. پیکان آرت حقیقتش من فکر کنم که با یک خلاقیت، یک ایدهی شروع شد بین دکتر فیزی و سفیر بالاس که تصمیم گرفتن که این پیکانی که آکشن شده بود و روایت هستش که از شاه کادو داده شده بود از سمت شاه به شاوشسکو دیکتاتور رومانی، موقعی که این پیکان به توی آکشن به فروش میرسه، خب اینا تصمیم میگیرن که این پروژه رو با عنوان پیکان آرت شروع کنن که به واسطه هنر بتونن در زمینه حقوق بشر مرتبط با ایران فعالیت بکنن و آگاهی رسانی بکنن. و برنامه به این صورت شکل میگیره که هنرمندان ایرانی که روی مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران کار میکنن رو پیدا کنن و با اونها همکاری بکنن که هر چند سال یک هنرمند روی این ماشین کار بکنه، که من به عنوان اولین هنرمندی بودم که این پروژه رو انجام دادم. و اینکه چطور من رو پیدا کرده بودن، خب روی اینترنت سرچ کرده بودن و آرتیکل‌های زیادی هستش در رابطه با اینکه من همیشه سعی کردم در رابطه با نقص حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توی ایران به واسطه هنر صحبت کنم، خب با کار من آشنا شده بودن و
با من تماس گرفتن و از من خواستن که ایدم رو در اصل بهشون بگم که چه ایده ای دارم اگر بخوام روی این ماشین کار کنم که یک در حقیقت نور بتابونیم روی این مسئله نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران به واسطه هنر روی بدنه این ماشین تاریخی. چقدر خوب و چقدر جالب و ستودنیه که با این موضوع شروع کردن این پروژه رو، یعنی به موضوع رنگین کمانی ها و اقلیت های جنسی و جنسیتی پرداختن در ایران، به این دلیل که یکی از اقشاری هستند که بسیار مورد تبعیض، خشونت و ظلم الان بعد یه لحظه قطع شد. تلفنم زنگ خورد ببخشید، و معمولا کمتر بهشون پرداخته میشه، یعنی شما در اکثر رسانه ها، در اکثر محافل سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری به موضوعات مختلفی که در ایران به موضوعات حقوق بشری که نقض میشه پرداخته میشه، ولی کمتر به موضوع جامعه رنگین کمانی و اقلیت های جنسی و جنسیتی پرداخته میشه. البته در سالهای اخیر به واسطه تلاشی که همه شماها کردین در این حوزه و دوستانی که فعال هستند در این حوزه، توجه جامعه جهانی به این مسئله بیشتر جلب شده و بیشتر بهش پرداخته میشه. اما خب اینکه این پروژه با این حرکت شروع شد خیلی خب جای تقدیر داره، و چقدر خوب که تو اون فردی بودی که این کار رو کردی و این تصاویر رو روی این پیکان نقاشی کردی. یه سوالی که فکر کنم من نمیدونستم الان از حرفای تو برداشت کردم، این که در پروژه های بعدی همه نقاشی ها روی همین پیکان یعنی انجام میشه، یعنی این نقاشی پاک میشه و یک موضوع دیگه روش کار میشه. اونجایی که در حال حاضر چون اولین ادیشن این پروژه هستش، فکر کنم که تا اونجایی که در حال حاضر تصمیم گیری کردن این هستش، ولی ممکنه نمیدونم در آینده تغییر بکنه، چون که خب یک بخشیش هم بنا به تجربه که پیش میاد ممکنه خب تغییراتی توی سیاست هاشون ایجاد بشه. ولی درست. مسئله ای که هستش بدنه یه ماشین با استیکر پوشیده شده کامل و این نقاشی ها روی اون استیکر ها در اصل انجام شده، اون مستقیم روی رنگ ماشین نقاشی نکرده، به خاطر همین خیلی ساده این استیکر ها برداشته میشه و میتونه استیکر جدید بیاد برای هنرمند بعدی. و خب حالا برنامه های مختلفی هم هستش، ولی الان در حد تئوریه که بعدا اون اثری که هستش چطور میشه ماندگارش کردش که کاملا درسته، درسته، خیلی عالی. علیرضا، میخوام از تو بپرسم که علاوه بر هدفی که این پروژه دنبال میکنه و خب پرداختن به موضوعات حقوق بشری در ایران هست، موضوعاتی که حساسیت بالایی داره در ایران، تو به شخص هدف تو از مشارکت در این پروژه چی بوده و چی هست، و فکر میکنی که چقدر تونستی با هنرت که واقعا منحصر به فرد کارت در زمینه نقاشی، تو چقدر تونستی اون پیامی رو که میخوای با این فرصتی که بهت داده شده برسونی به گوش جامعه جهانی؟ من حقیقت بیشتر از این که هدفم جامعه جهانی باشه، هدفم جامعه فارسی زبان بود. به خاطر همین هم تصمیم گرفتم که از هیچ تاریخچه یا المان غربی استفاده نکنم، تمام ارجاعات رو به تاریخ نقاشی ایران دادم که فیگورها از نقاشی های قهوه خانه ای نقاشی شده توسط قلعه‌آگاسی گرفته شده، و حتی مثلا نمیدونم برای یکی از ساده ترین چیزها میتونه استفاده از رنگین کمان باشه، و حتی برای اینکه اون رو استفاده نکنم، هیچ چیز غربی در این استفاده نکنم، از گل ارکیده استفاده کردم که حالا آیریس که سمبل اون ایزد بانو ایزدی هستش که رنگین کمان رو در اسطوره ها میگن که خلق کرده. تا به این حد من سعی کردم که تمام اینها به زبان از
فرهنگ ایرانی و فارسی باشه، به این خاطر که این پروژه اولین فرصت برای من محسوب می شدش که با مخاطب فارسی زبان در ارتباط قرار بگیرم. من به واسطه اینکه تو ایران نمیتونستم کارامو نمایش بدم، اونقدر این امکان رو نداشتم به جز معدود نمایشگاه های گروهی که شرکت کرده بودم اون اواخر، امکان اینکه این بیان دیالوگ رو در این سطح بالا با این وضوح کلام بیام با جامعه فارسی زبان در موردش صحبت کنم. و خب این پروژه به من این امکان رو داد و این به نظرم بیشترین انگیزه ای بودش که من داشتم، این بودش که بتونم با جامعه فارسی زبان، با جامعه خودم برای اولین بار مستقیما در این مورد حرف بزنم. چون من در گذشته مثلا در لبنان که بودم در رابطه با دستگیری مصر از افراد جامعه LGBT که انجام داده بود، خب من یک کاری با در همکاری با خواننده مشروع لیلا حامد سینا انجام داده بودم. موقعیت های زیادی پیش اومده بود که جوامع عربی رو مورد خطاب قرار بدم، ولی این پروژه اولین فرصت بودش که با جامعه فارسی زبان، با زبان و فرهنگ خودمون بتونم در ارتباط باشم. و اینکه تا چه حد موفق بود، من فکر میکنم که موجی که ایجاد کرد نشانه این هستش که این پروژه تونست این دیالوگ رو برقرار کنه. درسته. علیرضا، تو معمولا کلا سبک کارات فکر میکنم خیلی تمرکز داری روی بدن و بدن منتسب به مردانه، یعنی اینکه من فکر میکنم تو خیلی از کارات سعی کردی که بشکونی اون تابوی نشون دادن و اینکه بدن منتسب به مردانه هم میتونه زیبا باشه. چون معمولا مثلا در خیلی از نقاشی ها وقتی میخوان زیبایی بدن رو نشون بدن، از بدن منتسب به زنانه رو به تصویر میکشن، تا جایی که من میدونم تو بهتر میدونی این چیزها رو. ولی در اکثر کارهای تو من دیدم که تو بدن منتسب به مردانه رو نقاشی میکنی، که حالا خودت بیشتر میتونی توضیح بدی هدفت از این کار چیه. و فکر میکنم تو این کار بر روی این پیکان هم از همون سبک استفاده کردی و همون سبک رو به کار بردی، همونطور که خودت گفتی با استفاده از حالا سبک نقاشی قهوه خانه یا حالا روحوزی ایرانی. چطور هم هدفت، میخوام دلم خواهد توضیح بدی که این سبک نقاشی از کجا به ذهن تو رسید و اینکه چطور تونستی تلفیقش کنی با این سبک قهوه خانه ای که بتونی باز هم اون پیامو برسونی و از اون سبک و استایل خودت خارج نشی. خب من همیشه توی پروژه هایی که برام خیلی مهم بوده ارجاع دادم به نقاشی که توی تاریخ هنر به واسطه مشهور هستن و به واسطه هم به لحاظ فرمی و یا ظاهری به اون موضوعی که من میخوام کار کنم نزدیک هستش. توی همون پروژه هم که مرتبط با مصر انجام دادم، خب من دقیقا همون ترکیب بندی رو استفاده کردم که نقاشی که توی موزه لوفر هستش، گابریل دسخه و یکی از خواهرانش، دقیقا همون رو استفاده کردم، فقط فیگورها رو عوض کردم، تبدیل کردم به فیگورهای مرد که حامد بود با آنوبیس خداوند پس از مرگ مصر. اینجا هم من اومدم همین کار کردم، فقط ارجاع دادم این بار به تاریخ نقاشی ایران و این دوتا شخصیتی که در از شخصیت‌های اصلی که داریم توی کار می‌بینیم، سهراب و شبان، هر دو از اون نقاشی میان. که خب سهراب که شخصیت شاهنامه‌ایه و شبان هم، اینها مثل این که یه دوستی به من لطف کردش، چون شبان شخص توی شاهنامه نیستش، یه دوستی به من لطف کردش و این اطلاعات رو دادش که خب این نقال ها برای این که بتونن داستان های بیشتری داشته باشن برای نقل کردن، یک سری تومار هایی هستش که اینها داستان هایی رو در کنار داستان های شاهنامه درست میکردن با شخصیت های شاهنامه. و این شعبان حالا یه شخصیت چوپانه که یه رزمی بین شعبان و سهراب هست. من اون صحنه نبرد رو فقط این دوتا فیگور رو به هم نزدیک کردم، هیچ تغییری درش ایجاد نکردم. شعبان به واسطه چوپان بودنشون برهنگی رو داره و اون تمام زیورالاتی که دارن، تاج ها و اینا، دست نخورده از اون نقاشی میاد. و خیلی برای من جالب بودش که اینها چیزهایی هستش که انگار
تا حتی اون اوایل اواخر قاجار یا اوایل پهلوی که این نقاشی کشیده شده، این زیورالات و اینها یک چیزی بوده که خب این حتی اسطوره های شاهنامه ای که مثلا سمبل اون قدرت و مردانگی هم قرار بوده باشن، از اینها استفاده میکردن. و دوم جذابیتش این بودش که این بازی با این ایده از همون چیزی که گفتیم، بدن منتسب به مردانه که به چه شکل باید باشه و چه کارایی باید داشته باشه، باید در رزم باشه، باید قدرتمند باشه، اینجا ما داریم در یک صحنه عاطفی میبینیمش که نه از اون رزم خبری هستش و نه از اون قدرتی که ما توی ذهنمون هستش. علیرضا طبیعتا تو علاوه بر این که با این نقاشی هنرت رو نشون دادی و واقعا هم هنرمندانه بوده، حتما همطور که اول برنامه هم گفتیم پیام سیاسی اجتماعی هم داشتی که به حوادث اخیری که در ایران افتاده و می افته و متاسفانه بسیار تلخه و ما هر روز شاهدش هستیم هم خواستی که اشاره کنی. من شنیدم از خودت و در تصاویر دیدم که صدای علیرضا فاضلی، جوان همجنسگرایی که مرد همجنسگرایی که چند وقت پیش در ایران به دست خانوادش به دلیل گرایش جنسیش به قتل رسید، در این پیکان پخش می شد و تو فکر می کنم با یک سمتی از این نقاشی رو اشاره کرده بودی به این موضوع. با خودت که صحبت کردم اشاره دیگه ای داشتی به موضوع اعدام های اخیر در ایران و انتقادی داشتی که چرا همه این اتفاقات بسیار تلخ و ناراحت کننده است و همه ما تلاش میکنیم که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته، اما میبینیم که گاهی اوقات اخبار به قتل رسیدن یا اعدام شدن یا زندانی شدن یک فعال سیاسی، یک فعال اجتماعی بسیار در رسانه های خارج از کشور و مخصوصا فارسی زبان سر و صدا میکنه، اما سال هاست که اقلیت های جنسی و جنسیتی، اعضای جامعه رنگین کمانی به دلیل گرایش جنسیشون، به دلیل هویت جنسیتیشون کشته میشن، به قتل میرسن، اعدام میشن، محاکمه میشن، مجازات های سنگین میشن، ولی اینها اونقدر یا خبر به بیرون درز نمی کنه یا در اولویت رسانه ها نیست و تو خواستی که حتی فکر میکنم این انتقاد هم بکنی. اگه خودت بیشتر برامون توضیح بدی و اشاره کنی که در هر سمت این پیکان، اگر عکساشو هم داشته باشی دم دستت باشه، شاید بعضی از بیننده ها ندیده باشن، نشون بدی هم ممنون میشی. حتما سعیم رو میکنم که اگه برات سخت نیست، اگه روی نه سخت نیست شاید سعیم کنم روی لپتاپ هم باز کنم که تصویرش بهتر باشه. اتفاقی که میفته دقیقا همونطور که گفتی، من خب این دوتا فیگور رو که گفتم صحنه نبرد رو تبدیل کردم به صحنه عاطفی که باز دوباره اونم در یک باقی در از نگارگری های ایرانی دوباره گرفته شده المان ها، اون نرده های قرمز رنگ و این گیاه ها و آسمان هم از مکتب دوم نگارگری شیراز می که اگر دقت کرده باشین پلاک ماشین هم اتفاقا شیراز بود، با کدهایی که رابطه بین مردان همجنسگرا رو جرم‌انگاری میکنه و دلیل این بود در قانون مجازات اسلامی، درسته؟ بله، اینها ماده هایی هست که در قانون مجازات اسلامی، بله من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 180 و 233 که اینها رو من به عنوان شماره ماشین و با پلاک شیراز، چون آسمانش آسمان از مکتب دوم نگارگری شیراز گرفته شده، و دومی که یک حس دینی داشتم به این که من ایده استفاده از شاهنامه رو از خود جامعه گرفتم و این زمانی اتفاق افتادش که موقعی که نوید افکاری رو اعدام کردن همه داشتن این رو به چشم یک فرزند کشی و یه تراژدی
این رو با اون شعر فاضل نظری که میگفتش که رستم چطور مثلا توضیح داد، مثلا تعریف کرده این کشتن پسرش رو به تهمینه، این رو من وقتی که میبینم جامعه داره ارجاع میده اعدام رو به این فرزند کشی، انگار که حکومت اون نقش پدر رو داره بازی میکنه و و فرزندان خودش رو. فرزندان این مملکت و رو ما وقتی که توی شاهنامه داریم این داستان رو، قاعدتا داستان سهراب نزدیکترین بود. و خب علیرضا فاضلی هم دوباره توی صداش میگه که من تهدید شدم به قتل و پدرم هم پشت اونهاست. دوباره اینجا هم یک فرزند کشی داره اتفاق میفته و به همین خاطر هر وقتی که روی جلوی ماشین ما این دوتا فیگور رو داریم، در هر طرفش دو تا فیگور، هر کدوم از این فیگورها به عنوان ثمره این عشق ممنوعه داریم میبینیم که چه اتفاقی برای اینها میفته. که در این سمت ماشین که فیگور شبان هستش، نوع قرارگیری بدن روی ماشین جوری هست که سر بعد از در هست و موقعی که این ماشین نمایش داده میشه، این در یک مقداری باز هست و از پایین در خون میچکه. این داره در حقیقت ارجاع میده به بریده شدن سر علیرضا. و در طرف دیگه خب اون اتفاقی هستش که به واسطه جرمنگاری که حکومت میکنه و حکم اعدامی که در نظر گرفته شده برای رابطه بین دو همجنس هستش، که دوباره فیگور سهراب رو در اینجا داریم که دست نخورده از نقاشی هنر آقاسی هستش، فقط طناب دار رو من بهش اضافه کردم، اون هم برای ارجاع به همون حکم اعدام. ولی یک اتفاق دیگه هم که در ذهنم میافتاد، شاید مقایسه خیلی دقیقی نباشه، اما هدف همون چیزی هستش که خودت گفتی، این که برای من سوال بودش که چرا در بعضی موارد همدلی با کسی که به ناحق کشته میشه انقدر در جامعه زیاد هست و قابل تقدیر هم هستش، ولی چرا در یک جای دیگه بسیار همدلی کمتره؟ و چیزی جز این به ذهن من نمیرسه که از دیگری به عنوان به واسطه اینکه هویت جنسی متفاوتی داره انسان زدایی شده، انگار که اون انسان بودنش تحت تأثیر قرار گرفته با اطلاعات غلطی که به جامعه تزریق شده و با تابو نگه داشتن مسئله هویت جنسی. که مثلا اگر مثال خیلی دقیق ترش رو بخوایم بزنیم، خب رومینا هم در یک داستان تراژیکی سرش بریده شد، اما خب من میدیدم باز با داستان رومینا هم همدلی بسیار بیشتر بود تا اینکه با داستان علیرضا. و این خب چیزی هستش، سوالی هستش که من برای جامعه میخواستم مطرح کنم که چرا این اتفاق میفته. متاسفانه من فکر میکنم انقدر اون دیدگاه منفی در جامعه ما و اون LGBTQ+ فوبیایی که در جامعه ما وجود داره، ترانسفوبیا، هوموفوبیا، اینها انقدر نشسته در افکار اجتماع ما که نمیگم که مردم مثلا حق اون شخص میدونن که به قتل برسه یا مجازات بشه، اما انگار در بهترین حالتش این که سکوت میکنن در مقابل فجایع این چنینی. و همون تو اصطلاح درستی به کار بردی، به خاطر گرایش جنسی، به خاطر هویت جنسیتی، به خاطر بیان جنسیتی، انگار انسان زدایی میشه از اون فرد. چون اون فرد متفاوته، حتی جانش هم انگار به اندازه جان انسانهای دیگر ارزشمند نیست. به تبریک میگم، چقدر من الان این جزئیاتی که گفتی رو خودم قبلا نمیدونستم، اینکه در ماشین وقتی باز میشه انگار این سر جدا شده، دیده بودم در تصاویر خونی که چکیده شده رو، چقدر هنرمندانه کار کردی و واقعا جای تقدیر و تبریک داره و امیدوارم تو رو در کارهای خیلی بهتر و موفقتر ببینیم. اما میخوام ازت بپرسم، این کار با این
بار سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و این فکر بزرگی که پشتش بوده و این همه ظرافتی که درش به کار برده شده که طبیعتا از شخص هنرمندی مثل تو فقط برمیاد، یعنی من به ذهنم هم نمیرسید، در رسانه ها، چه رسانه هایی فارسی زبان خارج از کشور و چه رسانه هایی که فارسی زبان نیستند، چطور بازتاب داشت، چقدر پوشش داده شد، چطور مطرح شد و آیا بازتاب مثبتی داشت یا نه؟ بعدا میخوایم بریم سر حواشی این موضوع. ما خب به واسطه اینکه محلی که پرده برداری شد از این پروژه بنیاد حقوق بشر در میامی بودش و 2 روز هم بیشتر نبود بعدش ماشین باید انتقال پیدا میکرد به پاریس برای اینکه برای نمایشی که پاریس داریم بیشتر یعنی بازتابی که بوده روی رسانه فارسی بوده. تا ما هنوز حقیقت به اون بخش جامعه بین المللی وارد نکردیم پروژه رو به خاطر اینکه هنوز نمایش داده نشده در فضاهای، چون این پروژه هنری هستش، تمام تمرکز ما هست این هستش که در فضاهای هنری دیده بشه و خب به واسطه اون بخش حقوق بشریش هم که قاعدتا در جایی که ازش پرده برداری شدش بیمناسبت نبود به هیچ عنوان، ولی خب من خودم به شخصه به عنوان هنرمند این به این به عنوان یک اثر هنری نگاه میکنم که توان سیاسی و حقوق بشری هم داره قاعدتا. یک جورایی ناگزیره که ما بخوایم بدن کویر رو، بدن از جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو بخوایم اصلا طراحی بکنیم و این سیاسی نشه، به واسطه اینکه این بدن سیاسی شده وقتی که براش تعیین و تکلیف شده، وقتی که برای روابط جنسیش جرم انگاری شده، این بدن قاعدتا سیاسی شده و اجتناب ناپذیر هستش. اما من به عنوان هنرمند من اثر هنریم رو خلق کردم و خب قاعدتا این پیام ها و بخش های سیاسی و حقوق بشری هم درش هستش که اونها قاعدتا افرادی که بیشتر در این زمینه اطلاع دارن شاید بهتر باشه در موردش صحبت کنم و بیشتر در زمینه هنریش فکر میکنم که میتونم اعمال نظر بکنم. به خاطر میگم بیشتر فیدبک ما تا الان توی رسانه فارسی زبان بوده که خب به واسطه نو بودنش من فکر نمیکنم که در تاریخ به این وضوح کسی به واسطه هنرهای بصری چنین مطلبی رو در این سطح باز کرده بود برای جامعه فارسی زبان و خب اون حاشیه ها هم ناگزیر هستش و من به هیچ عنوان متعجب نیستم، به عنوان موفقیت پروژه میبینمش در حقیقت. دقیقا همینطوره، کارهای بزرگ معمولا حواشی های بزرگ هم دارن و مخصوصا راجع به این موضوع که جامعه ما خیلی نسبت بهش بی اطلاعه، هنوز قدم های اول رو برمیداره. ما خودمون کسایی که داریم توی این حوزه فعالیت هم میکنیم واقعا هنوز در ابتدای راه هستیم. ما از کشورهای پیشرفته دنیا که سالهاست در این زمینه فعالیت کردن، مبارزه کردن و تونستن حقوق خودشون رو به دست بیارن بسیار عقب هستیم. خود در اروپا زندگی میکنی، من الان کانادا هستم و میبینم که چقدر تونستن قانون رو تغییر بدن، چقدر تونستن حقوق خودشون رو مطالبه کنن. اما باید برگردیم به این که حواشی و دیدگاه بد جامعه نه نسبت به این کار هنری، نسبت به صحبت کردن راجع به مسائل جنسی و جنسیتی، نسبت به حرف زدن و پرداختن به جامعه رنگین کمانی، نسبت به مطرح کردن داستان زندگی یک فرد از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نسبت به آشکارسازی یک فرد درباره هویت جنسیتیش یا گرایش جنسیش چرا اینقدر منفیه و این دیدگاه منفی از کجا میاد و باید برش چی کار کرد؟ فکر میکنم نسبت به کاری که تو انجام دادی
توی سالهای اخیر خب به دلیل فضای بد سیاسی اجتماعی داخل کشور و کارکرد جمهوری اسلامی به عنوان دولت حاکم، خب خیلی از مردم اون عرق ملی میهنی و دیدگاه مثبت و حالا شاید نمیدونم چه کلمه استفاده کنم براش، خوبش قابل احترام به حکومت سابق و خانواده پهلوی درشون بیشتر شده و یک عرق و تعصب خاصی پیدا کردن در سالهای اخیر، چون شاید فکر میکنن که اون زمان زمان بهتری بوده، این انقلاب انقلاب اشتباهی بوده یا هر چیزی. من دیدم که خیلی واکنش ها اینجوری بوده که چرا باید روی پیکان مثلا اگه اشتباه نکنم محمد رضا شاه پهلوی به چنین موضوعی پرداخته بشه و اصلا نمیدونم شما حرمت اون مثلا چیز رو شکوندی. این چیزایی بود که من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی فارس زبان، تو توییتر و اینا خیلی ها کامنت های این شکلی گذاشته بودن. چی فکر میکنی در موردش؟ نمیدونم. خب ببینید، افراد بخوان چیز کنن، بخوان اعتراض کنن، شما از هر چیزی بر روی هر زمینه کار کنید اون اعتراض خواهد بود. به خاطر همین خیلی فکر نمی کنم که اصلا قابل پرداختن باشه. ولی چیزی که من فکر می کنم این هستش که خب چرا نه، ما اگر که اصلا اگر که پرداختن به موضوع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو روی ماشینی که فکر می‌کنیم که یک جنبه تاریخی داره و ارتباطی به شخصیت‌های تاریخی داره، اگر که ما از یک همجنسگرا ستیزی درونی برخوردار نباشیم که این مسئله رو مسئله بد و تابو نبینیم، قاعدتا ما دلخور نمیشیم که حالا به واسطه یک وسیله‌ای که یک همچین ریشه های تاریخی داره بخواد در رابطه با این مسئله آگاهی رسانی بشه. اتفاقا خیلی هم خوشحال میشیم. به نظر من چیزی که خیلی خوشحال شدم وقتی که این پروژه به من پیشنهاد شد اتفاقا این بودش که ماشینی که توی اخبار خونده بودم که ایرانی ها علاقه داشتن که اون رو بخرن و موفق نشده بودن، برگشت به خدمت ایرانی ها و در چه مسیر درستی، در مسیر حقوق بشری و اتفاقا اولینش هم همونطوری که خودت گفتی در رابطه با موضوع اقلیت های جنسی و جنسیتی که خیلی ها حتی اگر مایل پرداختن بهش هم هستن با علم به این که جامعه روی کرده خیلی خوشایندی نخواهد داشت، ترس این رو دارن که اصلا وارد به این مسئله بشن. و من خیلی خوشحالم که اولا این پروژه پیکان آرت اولین موضوعش رو این موضوع انتخاب کرد و دوم این که دست من رو کامل باز گذاشتم که هر کاری که من میخوام انجام بدم. این به نظر من خیلی چیز با ارزشیه. یعنی به هیچ عنوان یک بار حتی نشدش که مثلا دلهوره این رو داشته باشن که چرا مثلا نمیدونم بدن برهنه است، چرا الان این ممکنه برای جامعه تابو باشه. هیچ کدوم اینها، من با آزادی کامل انگار که فقط یک زمینه جدید که خود با خودش خیلی چیزهای المانهای زیادی رو می آورد توی ذهن من داشتم که آزادانه روش کار کنم و این کاری بودش که من مستقیما با تصمیم خودم و با انتخاب خودم به سراغش رفتم و این آزادی خیلی برای من لذت بخش بودش که بتونم روی اتفاقی همچین چیزی که یک همچین پیشینه تاریخی داره بتونم کاری رو بکنم که سالهاست دارم تلاش میکنم به واسطه نقاشی های کوچیک خودم این کار رو بکنم. و خب این ماشین دقیقا به واسطه پیوندش با جامعه این امکان رو میدادش که این موضوع بسیار با قدرت بیشتر شنیده بشه و به همین خاطر هم تمام المان ها رو فارسی و ایرانی انتخاب کردم که انگار که با زبان مادریمون با جامعه خودم صحبت میکنم. و چقدر هم قشنگ این کار رو انجام دادی. علیرضا، تو خودت این حواشی رو بهتر میدونی. میخوام حالا برخی از
رفلکس ها، کامنت هایی که گرفتی و به نظر خودت مثلا خیلی عجیب بوده که نسبت به یک اثر هنری حالا با هر موضوعی چنین رفلکسی نشون داده بشه از سوی حالا افراد جامعه یا هر کس دیگه ای رو برامون بگی، و میخوام بگی که فکر میکنی همین دیدگاه منفی، همین که شخص به خودش اجازه میده اعتراض کنه به یک موضوع اجتماعی که داره به یک قشر آسیب پذیر میپردازه، ریشه اینها از کجا میاد در جامعه؟ اینکه ریشهش از کجا میاد که خب فکر کنم که کار یک جامعه شناس باشه. ای کاش اتفاقا مثلا یک فرصتی بود مثلا یک کسی که تخصص جامعه شناسی داره این رو بررسی میکنه. من واقعا علمش رو ندارم که ریشهش از کجا میاد، ولی من به عنوان هنرمند کاری که کردم و خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد، انگار که یک آینه تمام قد جلوی جامعه گذاشتم و جامعه خودش و ما به عنوان اعضای اون جامعه موفق شدیم ببینیم که چقدر این حجم همجنسگرا ستیزی درون این جامعه بسیار هستش، و این متاسفانه اتفاقا نقطه مشترک کسانی هستش که اتفاقا به حکومت هم نقد دارن. متاسفانه کسانی که به حکومت نقد دارن در این زمینه با حکومت در یک زمینه مشترک انگار قرار میگیرن، و خب این خیلی اتفاق مهمی هستش که یک اثر بصری بتونه این آینه رو جلوی جامعه قرار بده که جامعه خودش رو بیرون بریزه و بتونه ببینه که این رسوب ها هستش، این چیزها هستش، و اون موقع اتفاقا تازه میشه براش راهکار پیدا کرد برای اینکه از بین برد این مسئله بیشتر میشه. من همونطور که تو گفتی، من هم جامعه شناس نیستم، ولی به واسطه ارتباط مدامی که با جامعه ایرانی و حالا فارسی زبان دارم و یک سر سوزنی از این مسئولیت آموزشی رو در مورد در حوزه جنس و جنسیت به عهده گرفتم و برای این جامعه انجام میدم، من فکر میکنم درد بزرگ جامعه ما عدم آموزشه. ما وقتی از سنین پایین، اتفاقا هفته پیش ما در مورد همین صحبت کردیم، در مورد لزوم آموزش مسائل جنسی و جنسیتی از سنین پایین به کودکان صحبت کردیم، وقتی من میبینم من به عنوان یک زن ترنس، به عنوان عضوی از این جامعه رنگین کمانی، خودم تا سن 20 و چند سالگی خودم هویت جنسیتیم و اینکه کی هستم و چی هستم رو نمیشناختم و سردرگم بودم و خانواده من هم طبیعتاً به عنوان افرادی از این جامعه نمیدونستن، نمیشناختن، با این موضوع آشنا نبودن، و من چقدر چوب این ناآگاهی رو در زندگی خودم خوردم، هم از سوی دیگران هم از سوی خودم. میبینم که جامعه ما از درد جامعه ما درد ناآگاهیه، درد عدم اطلاعات، درد نداشتن آموزش. من همیشه میگم که تا زمانی که شما در یک اتاق تاریک قرار میگیرید، وقتی هیچ چیزی رو نمیبینید، طبیعتا ترسناکه، میترسید، اما اگه یه چراغی توی اون اتاق روشن بشه، میبینید که چیزی برای ترسیدن وجود نداره. آدما معمولا از چیزهایی که راجبش نمیدونن، نمیبینن و اطلاعات ندارن، یک ترس و حالت تدافعی دارن، و خیلی آموزش و دادن اطلاعات میتونه این دیدگاه منفی رو عوض کنه. شما فکر کن اگر در رسانه های ما، در سیستم آموزشی ما مدام راجع به این مسائل صحبت میشد، مدام آموزش داده میشد، افراد با گرایش های مختلف جنسی آشنا بودن، افراد با هویت های مختلف جنسیتی آشنا بوده، افراد این تنوع رو میشناختن، طبیعتا رفلکس ها اینقدر منفی نبود. و من دیدم تو خودت هم صحبت کرده بودی که این بازتاب منفی از این عدم اطلاع، از این هوموفوبیا، از این ترانسفوبیا و از این هراسیه که جامعه ما نسبت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی داره میاد. اما من فکر میکنم که هر کدوم از ما یک رسالتی هم داریم، حالا یا عضوی از این جامعه هستیم یا تصمیم گرفتیم که حامی باشیم یا وظیفه انسان
قوانینمون ایجاد میکنه که به هر موضوعی که باعث نقض حقوق یک انسان میشه در هر جامعه ای بپردازیم و حالا تو به عنوان یک هنرمند این وظیفه رو به عهده داری و هنرمندان بسیاری هستن که شاید در خودشون این احساس مسئولیت رو نمی کنن و بهش نمی پردازن. مثل همون موضوعی که بهش اشاره کردی و گفتی که در مورد قتل، اعدام، دستگیری، زندانی شدن اقشار دیگه خیلی بیشتر بهش پرداخته میشه، بیشتر حساسیت روش نشون داده میشه، اما چرا راجع به اعضای جامعه رنگین کمانی این حساسیت به این شدت وجود نداره؟ چرا اینقدر این خبرها با این سرعت و با این شدت منتشر نمیشه؟ من فکر میکنم اگر ما احساس کنیم که هر کدوممون رسالتی داریم، وظیفه هم بر گردن ما هست که باید انجام بدیم. تو فکر میکنی که این احساس مسئولیت و این احساس وظیفه کردن برای هر کس در هر جایگاهی هست چقدر میتونه شرایط رو برای افراد رنگین کمانی در جامعه مثل ایران تغییر بده؟ هنرمندان، حالا هنرمند در هر زمینه ای، فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی، اگر وظیفه خودشون بدونن که بیان راجع به این مسائل صحبت کنن، راجع به نقض حقوق این افراد در جامعه صحبت کنن، چقدر به مرور ما میتونیم شاهد اتفاقات بهتری باشیم و چقدر میتونه شرایط برای این افراد بهبود پیدا کنه؟ خیلی تاثیر داره. من به این باورم که اتفاقا هر فردی با هر جایگاه اجتماعی با هر تخصصی که داره میتونه تاثیرگذار باشه. فقط مسئله اینه که آیا ما احساس مسئولیت بکنیم نسبت به آدم های اطرافمون یا نه، چقدر ما حاضریم شاید میشه گفت ریسک کنیم برای حرفت. یادت نره علیرضا، ببخشید، نه چی باید باعث بشه که ما احساس مسئولیت کنیم؟ چون خیلی ها مثلا میگن که خب من که خودم عضو این قشر نیستم، یا مثلا تو خانوادم یا اطرافیانم ندارم، پس این موضوع به من مربوط نمیشه. چی باید باعث بشه ما احساس مسئولیت کنیم؟ من فکر میکنم که این مسئله خیلی شخصیه، یعنی واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم چی باعث میشه که ما احساس مسئولیت کنیم. برای من اگر که این حس برام به وجود اومده، خب از یه دغدغه شخصی شروع شده و مسئله بعدیش این بودش که من میدیدم خب داستان علیرضا را که امروز چند ماه پیش ما شنیدیم یکی از صدهایی بود متاسفانه که اتفاق میفته، و خب این بار به واسطه پیگیری که شبکه ششرنگ انجام داد که اینو بتونه به صورت خبررسانیش کنه، خب این شنیده شد. و از همه مهمتر این که یک کسی به اسم عقیل بودش که به عنوان منبع این خبر بشه باهاش صحبت کرد و بشه بهش ارجاع داد. ولی خودت در جریان هستی، 9 سال پیش علیرضای دیگه ای توی خونش کشته شد و هیچ کس در موردش حرف نزد. من اولین سری نقاشی که توی دانشکدم انجام دادم و این مسئله بزرگتری از یک مسئله هویت شخصی بودش، داستان کشته شدن علیرضا بودش که این از برای اینکه بتونم اول از همه برای خودم یک راهی پیدا کنم برای اینکه از رنج شنیدن این خبر خودم رو رها کنم اون رو خلق کردم، و دوم اینکه به این فکر میکردم که من اگر علیرضا بودم، کشته شده بودم، انکار شده بودم، تنها چیزی که میخواستم این بودش که حقیقتم، داستانم با بدنم زیر خاک نره. من فکر میکنم که با تبدیل کردن اینها به یک اثر هنری، چون این اثر هنری یک نامیرایی داره، بعد از من هم خواهد بود، و این متنها و حرفهایی که زدیم در رابطه با این اثر، این داستان رو بارها و بارها سالهای متمادی در روایت خواهد کرد و اون داستان نامیرا شده. این بزرگترین چیزیه که هستش به نظر من. مسئله بعدی این که آدم ها چجوری میتونن این تغییر رو ایجاد کنن. یه مثال میخوام بزنم، که من علیرضایی که امروز میتونم یه نقاشی کنم که 5-6 روز توییتر رو به حال بندازه، علیرضایی بودش که توی کلاس دانشگاهش میترسید طراحی کنه. من اگر که یک کسی
این احساس مسئولیت رو نمی کردش که توی تهران یک نمایشگاهی بذاره که ریسک کرده باشه و آثاری رو نمایش بده که بسیار اون تنانگیه، اون بدن منتسب به مردانه، اون هویت جنسی درش مشخص بود. من رفتم توی اون نمایشگاه، برای من مثل یک سیلی در گوش بودش، انقدر که شوکه شده بودم از عیان دیدن این مسئله، مسئله ای که همیشه فکر میکردم باید مخفی باشه، نباید در موردش حرف زد، و این درگیری با خود روی دیوار گالری میدیدمش. بعد از اون استاد دانشگاه هم که باهاش حرف زدم و انقدر این مسئولیت پذیری رو داشتش که توی اون فضای بسته دانشگاهی به جای اینکه بگه که خب مسئله من نیستش، این برای من درد سر میشه، برای من فضایی ایجاد کردش که من بتونم توی همون فضای محدود کلاسم کارم رو بکنم، گرچه که توی راه روها مثل بچه های دیگه نمیتونستم کارامو بزنم رو دیوار، ولی به اندازه اینکه کارامو روی میز بذارم و یه کاغذ روش رو بپوشونم، به من فضا دادن که کار من جرأت کنم کار کنم و ببینم که کارم دیده میشه و مخاطب خواهد داشت. همین این ذره ذره ها از من علیرضای امروز رو ساختش که این اعتماد رو داشته باشم به خودم و به حرفی که میخوام بزنم، که یک چیزی مثل پیکان آرت رو قبول کنم، چون بسیار چالش بزرگیه. یعنی به عنوان هنرمند و به لحاظ حتی تکنیکی، چون من اولین بار بودش که اصلا روی یک همچین آبجکتی داشتم نقاشی میکردم. من همیشه با مداد رنگی کار میکنم، برای اینکه بتونم روی ماشین کار کنم خب مجبور بودم حتی متریالم رو هم به ایربراش تغییر بدم، که اصلا اولین بار بود که من ایربراش دست میگرفتم. یک چالش تکنیکی هم بودش برای من، ولی همه اینها رو با کمال میل پذیرفتم، به خاطر اینکه میدونستم که میتونه که یک نتیجه مثبتی داشته باشه، که فردای بهتر، اون فردای بهتری که ازش حرف میزنیم رو بشه درش یک بهش یک کمکی کردش. نمیگم اون فردا رو من قراره بسازم، نه، اون فردا از تک تک کارهایی که ما امروز انجام میدیم ساخته میشه. و اتفاقا این ماشین که میگفتن چرا این ماشین، برای من یک پیام الهام بخش داشت در تمام این مدت که اینو کار میکردم. اون همین بودش که ماشینی که یک روز برای چاوشسکو بوده، کسی که اگر دیکتاتور رومانیست گوگل کنید شما چاوشسکو رو میاره، اون ماشین امروز تبدیل میشه به زمینه برای نقاشی که میدونید بهش فضایی داده نشد توی کشور خودش، نقاشی که در تبعید هستش، نقاشی که داره روی یک همچین موضوعی کار میکنه و تبدیل میشه به زمینه برای اینکه صدای کسانی بشه که اتفاقا به واسطه دیکتاتوری صداشون شنیده نمیشه. این خیلی برای من الهام بخش بودش. من معتقدم که یک جامعه، یک عده‌ای از انسان‌ها در هر جای دنیا که بخوان باشند، اگر به دنبال آزادی هستن، این آزادی رو بدون تلاش برای برابری نمیتونن به دست بیارن. ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، اگر میخوایم به دموکراسی برسیم، باید این آزادی و برابری رو برای همه بخوایم و همه با هم برای هم تلاش کنیم، نه اینکه چون من از جامعه رنگین کمان نیستم پس موضوع اونا به من ربطی نداره. اگر تو اون جامعه اون قش سرکوب بشه امروز، فردا شما هم میتونید سرکوب بشی و این ظلم به شما هم میتونه روا داده بشه. اسم بردی از علیرضاها، از علیرضایی که من خودم در مراسم خاکسپاریش بودم زمانی که در ایران بودم، و چقدر در سکوت در خانه خودش کشته شد و خانوادش برای اینکه از آبروی خودشون میترسیدن هیچ چیزی در مورد این اتفاق و این قتل نگفتن و به خاک سپرده شد. و از علیرضا فاضلی گفتی، متاسفانه اون هم داستان تلخی داشت، ولی برای من خیلی قشنگ بود که تو چقدر داستان شیرینی داری، تو علیرضا، و تو هستی که داستان علی رضاها رو اینجوری روایت کنی، به تصویر بکشی و تاثیرگذار باشی. خوشحالم برات، امیدوارم سالم باشی همیشه، شاد و موفق و همیشه داشته باشیم.
امیدوارم خیلی زود زود بیام و از نزدیک ببینمت، امیدوارم در آغوش بگیرمت و بازم تشکر میکنم امروز با من بودی. ممنون شوید. حرف آخر. حرف آخر این که نمیدونم، حرف آخر خاصی ندارم، فقط میخوای اشکات همینقدر قشنگ حرف آخرت باشه؟ نه خب چیزی که گفتی خیلی خیلی تلخ بود. اینکه الان این روایت ها رو شنیدیم، دیدیم که جامعه کویر ایرانی چه روایت هایی رو در سینه خودش داره و حتی نمیتونه در موردش حرف بزنه. اگر کسی این جسارت رو به خودش میده که صدای این جامعه بشه، کمک کنیم که اون صدا بهتر شنیده بشه و آگاهیمون رو ببریم بالا و تا جایی که میتونیم سعی کنیم آگاهی دیگران رو هم ببریم بالا، احساس مسئولیت بکنیم در قبال خودمون و جامعه‌مون. عزیز دلم، مرسی که با ما بودی، از وقتی که گذاشتی. ممنون از میبوسم تو رو، امیدوارم خوشحالم زود زود تونستم بازم تو رو داشته باشی. مرسی، خدا نگهدار. دوستای عزیز، مرسی که با ما بودی تو این تقریبا یک ساعت برنامه. مرسی از علیرضا شجاعیان عزیز به خاطر حرفای خیلی خوبی زد و به خاطر اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داد. مجموعه برنامه رنگین کمان ایرانی هر دوشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران در اینستاگرام ایران وایر برگزار میشه و ویدئوی این برنامه در وبسایت، در صفحه اینستاگرام و سوشیال مدیاهای ایران وایر منتشر میشه. شما میتونید اگر از جامعه رنگ کمانی هستید، فعال در این حوزه هستید، از اعضای این جامعه هستید، با من تماس بگیرید و موضوع مشخصی اگر دارید که دوست دارید راجبش صحبت کنید، با من هماهنگ کنید و در این برنامه شرکت کنید. میتونید به ایمیل من shayad@iranwire.com ایمیل بزنید یا به صفحه شخصی من در اینستاگرام شایع گلدوست مراجعه کنید. من معمولا دایرکتامو چک میکنم حتی با تاخیر. و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم، بدرود، وقت همگیتون بخیر، خدا نگهدار.